فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 21 اردیبهشت ماه هست، 10 ماه می، و به حال اردیبهشت ماه بهاری، ماهی که همه جا پر از شکوفه است و عطر شکوفه ها از شمال تا جنوب کشور، از شرق تا غرب کشور، همه جا غرق زیبایی است. اما تاریکی همه میهن رو فرا گرفته است، اهریمن بر ایران مستولی شده. اهریمن تو تاریخ که نگاه میکنه، یعنی این من گفتم اینا اهریمنه و تعریف کردم که شیطان یا همون اهریمن یه موجودیه که تو قصه است، و وقتی تو قصه ازش میشنوی میبینی که این جز خرابی و سیاهی و فریب و اینها هیچی اثر مثبتی نداره. مثل قوله، قول فقط آدم خوری ازش میبینی، هیچ تعریف دیگه ای نداره، هیچ آبادی آزادی هیچی تو تعریف قول نیست. آی بوی آدمی زاد میاد، من برم بخورم. شیطان هم همینطوره و در فریب میتونه هر لحظه به شکلی در بیاد، جوان رعنا، دختر زیبا، نمیدونم پیرزن، پیرمرد، هر مدلی، سنگ، درخت، مار، اینا قصه‌ای که از اهریمن میگه. نگاه میکنیم تو این 40 سالی که این نظام بر ایران حاکم بوده همین شرایط رو داشته و فقط در جهت فریب مردم بوده است و تخریب. هیچ آثار آبادی ازش نمیبینی. همونطوری که وعده کرده بودم، به عرض رسونده بودم، امروز میریم خدمت آقای دکتر دوشیکی نازنین. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. منم خدمت جناب عالی سلام میکنم و خدمت بینندگان شما، و از اینکه برای اولین بار یک مشکل تکنیکی بزرگی همه کامپیوترهای ما به هم خورد. حالا من نمیدونم به خاطر زوم بود، من مجبورم که از طریق این تلفن با شما وصل بشم. در ضمن من متاسفانه فرصت نکردم که این سیم برق تلفن رو هم وصل کنم، اگر خدای نکرده. خب نه، من بس شما فرجه میدم، شما سیم رو وصل کن که برید سیم رو وصل کنید بهتره تا اینکه وسط نه نه من صحبت کنیم، حالا ببینیم اگر چیز شد ممکنه بگم. چند نکته هست که سریع بگم. بفهم. خب علاوه بر این، من حقیقت شو بخواهید، خب امروز میخواستیم در مورد این کنفرانس چی بود اسمش؟ کاردیس گیت یا سیرک کاردیس صحبت کنیم. من وقتی شما داشتید صحبت میکردید در برنامه قبلی با آقای بشیرتاش، من سری زدم به این کانال ها و شاید این اعصاب خراب کنی من که همه چیز به هم خورد. بخاطر این بود تلویزیون کانال یک رفتم، دیدم آقای خزعلی اومده و تمام تلویزیون کانال یک جشن گرفته امروز. یعنی واقعا جشن گرفتند که فلسطین در سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد و آقای خزعلی را آوردن و خزعلی هم برای صهیونیست‌ها. من تعجب میکنم واقعا، یعنی خیلی عذر میخوام من اینجوری شروع میکنم،
قرار نشد اینجوری بپرم یهو تو. ولی وقتی تلویزیون اینا رو نگاه کردم دیدم عجیبه ها، این مثلا یه تلویزیون برانداز خزری رو آورد امروز جشنه، جشن بر علیه صهیونیسم، جشن. من حرف آقای خزری رو دقیقا بگم، تو این کاغذ نوشتم، تبریک میگویم به محور مقاومت امروز. خاک بر سر این تلویزیون آقای شهرام همایون که تلویزیونش تبدیل شده به تلویزیون محور مقاومت. آقای همایون، من وقتی از شما انتقاد میکنم همینه، و من متاسفم برای تک تک اونهایی که رفتن در این کنفرانس. حالا من، شما اگه سوالی دارید من به این کنفرانس بپردازم که چرا من با این کنفرانس مخالفم. یکی از دلایل اصلیش هم همینه که اعصاب آدمو خراب میکنه. یعنی این تلویزیون علنا شده تلویزیون محور مقاومت. شب و روز خزری رو میارن، افراد مختلفی میارن که ضد اسرائیل هستن، طرفدار محور مقاومت هستن، از چپ و راست و غیره گرفته. و حالا من بفهمیم بفهمیم ما گوش میدیم. بله، من حقیقت شما خواهید، خب یک سری ایرادات داشتم به این، و بزرگترین ایرادشم خب الان همین نیم ساعت یک ساعت پیش در برنامه خزعلی که تلویزیون کانال یک رو تبدیل کرده بود به تلویزیون محور مقاومت و تبریکات و غیره، یکیش برمیگرده به این معیار انتخاب افرادی که در این تلویزیون ها میان مثل خزعلی و غیره، و معیار انتخاب افرادی که در این کنفرانس انتخاب شدن. مسئله دوم، چون من یادمه من خودم با آقای همایون شب و روز بر علیه دیگران انتقاد میکنیم که شما این هزینه رو از کجا آوردید، شفاف باشید، ولی الان که به خودش رسیده میگه به دیگران چه مربوطه. یه عده میرن پارتی کنار دریا مهمانی تشکیل میدن، یه عده میرن کنسرت، به بقیه چه مربوط که پولش از کجا اومده. و واقعیت اینه که آقای همایون اعتراف میکنه که این یه کنسرت خصوصی خانوادگی ایشان بوده و اصلا ربطی نداره که گزارش بده به دیگران که حالا اون ادعایی که میکنه یه بحث جداست. نکته بعدی که نکته سوم که من واقعا میخوام به اون اشاره کنم، تضاد در اهداف اعلام شده و وقایع اتفاق افتاده است. نکته چهارم هم دیدیم که در عرض این هفته همه این افراد اومدن به همدیگه تبریک و تمجید گفتند و از یک دیگر تمجید کردند و به منتقدین حمله کردند. و علت انتقاد سازنده من هم نکته پنجم هست، اینه که این من تجربه کنفرانس های زنجیره‌ای گذشته رو دارم، در نتیجه میدونم که اگر خشت اول را چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. و این رو من بهشون گفتم. و دو موضوع دیگه هم که مورد انتقاد من بود، یکی این بود که خب یک سری مؤلف های مبارزه هست، مثل کنفرانس، مثل نشست، مثل اعتصاب غذا، مثل اعتراض، تظاهرات، غیره، اینها رو به ابتذال میکشن و این هدف به صورت هدفمندانه هست از طرف جمهوری اسلامی. و این که شما از داد رو کنار همدیگه بیارید، خب حاصلش این میشه، یک سیرک میشه. و تلویزیونشون امروز، من این تلویزیون رو نیم ساعت یک ساعت پیش قبل از این که، یعنی همزمان که داشتم صحبتهای شما و جناب آقای بشیرتاش رو گوش میکردم، اون تلویزیون کانال یک رو آوردم و واقعا شوکه شدم. برای اولین بار شنیدم که این تلویزیون به محور مقاومت تعلق داره، که واقعا تأسف آوره. اجازه بدید من خیلی خلاصه این رو بگم که معیار انتخاب افراد، خب مجریان، برنامه سازان، مهمانان و طرفداران خود این تلویزیون بودن. و واقعیت اینه که اکثر کس، من عذر میخوام، اون دوربین دارم نگاه میکنم، چون همیشه تمام عمرم سالها عادت کردم به این دوربین باید نگاه کنم، به دوربین تلفن کوچیکم این پایین. خب اینا افراد ناشناسی بودن بدون اینکه واقعا وزنی داشته باشن. من اینا رو نوشتم که سریع براتون بگم، و هیچ گونه پایگاه سیاسی هم ندارن. از این نظر خب این افراد بودن، از نظر هزینه و شفافیت مالی که من گفتم، خود ایشان همیشه از دیگران انتقاد کردن ولی حاضر نیستن در مورد این کنفرانس گزارش بدن که پولش از کجا اومده. واقعا من نمیدونم، در فضای مجازی من شنیدم که بین 200 تا 300 هزار دلار، بعضیا میگفتن 400 هزار دلار خرج شده. نکته دیگر، من نمیدونم، ویدیویی رو براتون فرستاده بودم، ویدیو کوتاهی رو، میتونید اون ویدیو رو نشون بدید، به دستتون رسید یا نه؟
چون این در تضاد در اهداف اعلام شده و وقایعی که اتفاق افتاده است. جناب بیوانی گرامی، آیا این ویدیو به دستون رسیده؟ میشه پخشش کرد؟ 28 ثانیه، 32 ثانیه هست، 32 ثانیه. خواهش میکنیم. من تا شما اون رو پخش میکنید من بگم که واقعا خب این از داد و هم از داد رو میبینیم. بفرمایید. باشه باشه، پس من عذر میخوام. خب خانم مثلا فرزانه روستایی مدعی شدن که من اعتقاد دارم این تفکر مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد دقیقا مهندسی تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی است. ایشون من ندیدم تا به حال، و دوباره در برنامه خودش، دوباره در چندین برنامه به این پرداختن و شدیدن، من ندیدم این خانم یک بار از شعار مثلا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، که این شعار بعد اون شعار واقعا در عکس العمل اون عمله مجاهدین بود با اون شعاراشون. خب این خانم، خانم محترم چرا از اون شعار انتقاد نمیکنه؟ و من ازشون پرسیدم خب شما که میگی این شعار از جمهوری نهادهای تشکیلات جمهوری امنیتی جمهوری اسلامی بوده، آیا دلیل و به اصطلاح سند و مدرک و ادله و شواهدی هم دارید ارائه بدید؟ روز بعد اومد گفت که نخیر، این از سفارت روسیه اومده به نهادهای تشکیل به نهادهای امنیتی و بعد رسیده به خارج. خب مثلا ایشون هرگز شعار مرگ بر شاه یا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بقیه و هزاران مرگ دیگه که بقیه دارن میدن. البته من موافق مرگ شعار مرگ نیستم و مجاهدین ما میدونیم که اون شعار رو یه بار که نشون نداده که همه جا مثل پیران عثمان علم کنن، در همه تظاهرات خودشون بنرهای بزرگ درست کردن، ولی این رفقای چپ و این خانوما و آقایون حاضر نیستن اونها رو انتقاد کنن. نکته دیگر هم این بود که آقای اعتمادی مسئول تدارکات و مجری تلویزیون کانالیه که واقعا خب الان همه کاره اونجا شده، ایشون گفتن که طرفداران پادشاهی هیچ گونه اعتقادی به دموکراسی ندارن و مدرنیته ندارن و بسیاری از اونها که صحبت کردن در همین کنفرانس واقعا این اصلا گفتن که ما اعتقادی به دموکراسی نداریم. حالا سوال اینجاست، کسانی که به دموکراسی اعتقاد ندارن به زعم شما، یعنی به ادعای شما، چرا رفتید با اونا نشستید؟ پس این ویدیو حاضره اگه میخواییم پخش حاضر این ویدیو رو هم نشون میدید. یک فرد سومی هم که در اونجا بود من فکر کنم آقای کمال جعفری بودن که ایشون هم اومده بودن مثلا رواداری و ارتباط بین طرفداران پادشاهی و طرفداران جمهوری رو وجود دارن. ببینید چقدر این کنفرانس مضحک بود. حالا این سخنان رو پخش کنید. بفهم. و موفق است و مردمی سعادتمندند که آخرین پادشاه رو با روده های آخرین آخوند و روحانی به دار بیاویزند و در اون کشور اثری از شاه و شاهزاده و آقا و آقازاده نباشد. این جمله بسیار جمله کامل اعتقاد دارم. این تفکر مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد دقیقا مهندسی تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی. ولی ما اختلافات خیلی جدی داشتیم، یعنی اکثریت کسانی که در این کنفرانس بودن لااقل اونا که سخنرانی کردن به امر دموکراسی اعتقادی نداشتن. بله مرسی، تو دیدی بفهم. خب وقتی من میگم با جمع ازداد نمیشه رواداری، نمیشه ائتلاف و اتحاد و همسویی و همگرایی به وجود آورد، دقیقا اینه. این که حرفای من نیست که، حرفای خودشونه. در همین کنفرانس ها حرفای خودشونه که حمله میکنن به طرفداران سامانه پادشاهی و غیره و بعد انتظار دارن که اونها سکوت کنن و خودشون به اصطلاح هر حرفی که دارن بزنن. نکته دیگری هم که واقعا بقیده من خیلی مضحک بود این بود که اینها در عرض یک هفته گذشته اومدن در تلویزیون نشستن و خب امروز که تلویزیون در اختیار محور مقاومت هست، ولی قبل از این به همدیگه تبریک میگفتن و حمله به منتقدین میکردن که واقعا نوعی کمدی بود، تراژدی بود. چه عرض کنم، اون ذره مثلا معروف هست که میگن خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. مسئله دیگر که واقعا من شوکه شدم، من یه برنامه‌ای داشتم چند روز پیش با آقای
آرش مشکات و آقای کنگرلو که ظاهرا باسوادترین اینها هست و آقای اعتمادی که ظاهرا پرسابقه ترین اینها هست. آقای کنگرلو اومدن گفتند که کسانی که مخالف کنفرانس این کادیز هستند آدمای بیماری هستند، روانی هستند و مخالفین خب مشکلات روانی دارن و از کودکی داشتن، که من همونجا اشاره کردم که این صحبت شما همون بحث استالینه، چون در دوران استالین و در دوران لوینید برژنف که یا خروشچف اونا واقعا حدود یک سوم زندانیان سیاسی اون زمان در بیمارستانهای روانی بستری بودن در روسیه. یعنی هر گونه مخالفت با سیستم روسیه که اصلا اونا واقعا من نمیدونم دیکتاتوری خب به جای خود، ولی واقعا معتقد بودن که سیستمی بهترین سیستم به نام استالینیسم در روسیه هست، یه عده با این مخالفت میکنن، یا اینکه اینا دشمن هستند، عوامل خارجی هستند که اینا رو میبردن و اعدام میکردن، خیلی هاشون هزاران هزار، ولی یه عده رو که از خودشون حتی هم بودن که مخالفت میکردن. این افرادی بودن که میدونستن اینها مثلا دانشمند هستن، دکتر هستن، پروفسور هستن، مهندس هستن و مخالفت میکنن، میگفتن حتما اینا یه بیماری دارن که در اون زمان من نمیدونم یه فردی بود به نام اسمش حالا من فراموش کردم، ولی فکر کنم اسمش بود پسیخو شکاسک، عذر میخوام اگر اسمشو درست نگفتن، در برنامه دکتر اندره اسنجوفسکی که روانپزشک بود و این هر کسی رو که مخالفت میکرد با سیستم اونها، یعنی مخالف رو میبردن تیمارستان. حالا شما در نظر بگیرید یه فردی که فیزیک خونده و خب متاسفانه تجربه تلخی هم داره، یعنی شکست های زیادی داره، مثل اون شکست اونی که شاهزاده رفته بود ایجاد کرده بود، فرشگرد، نه من نمیدونم فرشگرد بود یا ققنوس، عذر میخوام، ققنوس یا همین حتی پروژه دولت، چون من در پروژه دولت و شهرام و همایونینه در ابتدای گفتگوها بودم که بعدها دعواها پیش اومد بین آقایان و کنگرلوها و همایون و من دوباره تعجب میکنم چطور کنگرلو دوباره برگشته بعد از اون همه دعوا و اون حرف و حدیث در مورد پولهایی که کجا رفته و کجا نرفته. در نتیجه این یک کار بسیار نابخردانه است، بسیار خطرناک است که شما هر کسی رو که مخالف باشید اون رو بیماری روانی بدونید و بگید که اینا از دوران کودکی مشکل داشتن. حالا جای خنده‌دار اینجاست که خود آرش مشکات هم میگه بله ما در دوران کودکی نمیدونم چیز کودک نداشتیم، و یک اشاره میکرد که من ویدیوشو دارم از ابراهیم رئیسی، هم ابراهیم رئیسی هم که سخنرانی میکنه، اخیرا چند روز پیش در جمع دختران سخنرانی کرده بود، همیشه از گره ذهنی صحبت میکنه، یعنی گشودن گره ذهنی مخالفین وظیفه همه دولت هست. حالا جالب اینه که همین واژه گره ذهنی رو هم زیاد آقای کنگرلو استفاده میکرد. و خب حالا من واقعا نمیدونم علت انتقاد من هم در نهایت به صورت خلاصه اینه که متاسفانه با توجه به این تعصب ایدئولوژیکی و عدم رواداری که در واقعا اپوزیسیون وجود داره، اینا میگفتن که بعد از 45 سال باعث افتخاره که 30-40 نفر کنار هم نشستند و همدیگر رو با کلاشینکوف به تیر نبستند یا با چاقوکشی نشده. عجب، این شد معیار موفقیت افرادی که حدود 45 سال در غرب دارن زندگی میکنن، بعد از 45 سال کنار همدیگه نشستن به همدیگه فوش سیاسی محترمانه دادن، که من اینکه شما این رو پخش کردید، آقای اعتمادی چی گفته نسبت به مشروط خواهان، خانم روستایی چی گفته نسبت به خانم روستایی گفت دیگه از فوش هم بدتره، هم تهمت هم اتهام و عجیبه. به هر حال اینا خب متاسفانه ما دیدیم که این گونه مسائل وجود داره، و خود منم این تجربه کنفرانس های زنجیره‌ای رو که در طی سالهای گذشته بخصوص در عرض 25 سال گذشته دیدم، چرا مخالفم خیلی ساده است،
به خاطر اینکه این تکرار مکررات یا دژاوو، یعنی انگار آدم داره دوباره تاریخ داره تکرار میشه، این باعث تولید یأس میشه، تولید نومیدی میشه، تولید سرخوردگی، دلسردگی، دلزدگی از اپوزیسیون، بی‌اعتمادی و بدگمانی از اپوزیسیون میشه. و جمهوری اسلامی عمدن داره این کار رو میکنه، یعنی کنفرانسایی رو میذاره که این حرفا و این دعواها در اونجا صورت بگیره، کما اینکه در کادیز این دعواها و حرفا تو اتهامات. آخه شما چطور میتونید برید بر علیه همسر گرامی شاهزاده رضا پهلوی این اتهامات رو مطرح کنید که شعارا رو از تشکیلات امنیتی میگیره، بعد انتظار داشته باشید که طرفداران سامانه پهلوی، سامانه پادشاهی خواهی بیان کنار شما بشینن؟ من واقعا در عجبم، یعنی برای من عجیب بود. و خیلی عجیبتر این که افرادی که در اونجا بودن، دو سه نفری که در اونجا بودن و ادعای طرفدار سامانه پادشاهی میکنن، هرگز از این خانم نپرسیدن که مدرک شما چیه، سند شما چیه که دارید به همسر شاهزاده این اتهامات رو وارد میکنید، کجاست مدرک شما؟ سکوت کرده بودن به خاطر یه پول بلیط، به خاطر یه پول هتل، به خاطر اون شام. و حیرت آوره از این نظر. نکته دوم هم اینه که این نوعی بی ارج نمایندن یا خارگرایی هدفمند و به ابتذال کشاندن مؤلفه‌های مبارزه است، نشست‌ها، ائتلاف‌ها یا لابیگری‌ها، اعتصاب قضا و غیره. و این هدف اصلی جمهوری اسلامی است که اینها رو واقعا لوس بکنه. از این نظر من فکر می‌کنم این حاصل این جمع ازداد، تجارب تاریخی هم ثابت کرده که صفر میشه. یعنی مثبت، من برگردیم به دوران دبیرستان، مثبت به علاوه مثبت دو به علاوه منفی دو خب میشه صفر دیگه، فرقی نمیکنه. و این من تعجب میکنم که چطور این دوستان واقعا رفتن و یک تجربه بسیار تلخی رو تکرار کردن و الان نشستن از خودشون تعریف میکنن، در صورتی که شما در فضای مجازی برید میبینید که همه دارن انتقاد میکنن. و دیشب هم من دیدم که الان امشب که آقای خزلی بود با تبریک به محور مقاومت و غیره، دیشب هم در این تلویزیون مهدی نصیری بود با شهرام و مایون. یعنی من تعجب میکنم تلویزیونی که کاملا در اختیار صادراتی ها گذاشته شده، اونها بیان حرفای خودشون و حرفای جمهوری اسلامی رو بزنن و هر کسی هم که انتقاد بکنه از این تلویزیون، درست مثل خروشچف و برژنف و استالین و غیره، حتی جمهوری اسلامی هم اخیرا شروع کرده بعضی از زندانی ها رو میفرسته تیمارستان، اونها رو به بیماری روانی متهم بکنه. و بی‌نهایت تأسف آوره و جلوی این نوع افراد باید ایستاد. مخصوصا این افراد رو من شخصا میشناسم، این افراد کسانی بودن که با همدیگه قبلا دعوا داشتن بر سر پول و غیره، دوباره کنار هم اومدن. باز هم حالا مسائلی در کار است که بعدا خواهم گفت. از این نظر من کلام آخرم فقط میتونه این باشه، چون زیاد صحبت کردم، جناب علی سوالی دارید، این بوده که به قول اون شاهنامه فردوسی که میگه آمدند و نشستند و خوردند و گفتند و برخاستند و رفتند، پی مصلحت مجلس آراستند، تو از خان سالار برخواستند، بر منتقدان و مخالفان کشیدند شمشیر و گرز گران. این شد کار این آقایون و خانوم ها. و به همین دلیل من در برنامه خودشون، نه اینکه بگن در تلویزیون های دیگران میری و میگی شکست، من در برنامه خودشون در تلویزیون کانال یک گفتم این رو ضبط کنید، این کنفرانس کادیز از اول شکست خورد، این مرده به دنیا اومد. به آقای کنگلو که زیاد علاقه داره به واژه های انگلیسی، تو انگلیسی بهش میگن dead on arrival، اینا این dead on arrival بوده. به همین دلیل الان میخواید با پولای کلانی که معلوم نیست از کجا میاد، میخواید کنفرانس دوم و سوم و چه، از این کنفرانس ها زیاد بوده زنجیری. به هر حال من این رو گفتم که متاسفانه خب وقتی آدم جواب اینها رو نمیده، چون من دیدم در فضای مجازی گفتن که اینا رفتن به دوشکی توهین کردن، دوشکی سکوت کرد. بابا آدمی که بد دهنه توهین میکنه و مخالفین خودش رو بیمار روانی میدونه، چون میخواید من چیکار کنم به جز این که برم فکت بیارم؟ این فکت های تاریخی رو واقعا،
ازید من این فکت‌های تاریخی رو هم بگم، چون در زمان استالین یک چیزی بود به نام رای حل نهایی، یعنی دیوان سازی و مجنون نمایی مخالفین. شما اگر مثلا برید در National Institute of Health مال آمریکا، National Library of Medicine یا PubMed، که اونایی که پزشکی میخونن، پزشکی میدونن، اینا رو میشناسن. مثلا شما در مورد Moscow School of Psychiatry and in particular by its leader Professor Andre چیه؟ یا مثلا خب اینا اومدن یک تئوری رو درست کردن به نام تئوری، یعنی روانشناسان و روانپزشکان استالینیستی و خروشچوفی و برژنفی مال شوروی سابق به نام سلگیش اسکیزوفرینیا. یعنی اسکیزوفرینیا که خلاصه شو من بگم، اسکیزوفرینیا خب دو حالا تعریفی که اینا میکردن اصلا تعریف خود اسکیزوفرینیا هم نبود واقعا، که کسی که شخصیت مثلا دو قطبی داشته باشه، کسی که واقعا توهم داشته باشه. خب متاسفانه برخی از اینها این توهم خود بزرگ بینی رو دارن. در اون زمان اینا یک واژه‌ای رو به دنبال، البته واژه قبلا وجود داشت به نام سلگیش اسکیزوفرینیا، و خلاصش این بود که چیزی به این خوبی، سیستمی به این خوبی، سوسیالیسمی به این خوبی که در روسیه بود، چطور یک انسان سالم، یک انسان عاقل، بالغ و از نظر روانی سالم با این سیستم میتونه مخالفت بکنه، مگر اینکه واقعا مغزش و روانش اشکال داره. همین حرف را که یادتون باشه بسیاری از آخوندها میزنن در مورد سیستم جمهوری اسلامی، و به همین دلیل این راه حل نهایی، دیوان سازی و غیره اینجوری خب در اون کشورها مثل چین، مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی رواج پیدا کرده. نکته آخر اینه که من واقعا احساس میکنم در این کنفرانس به مثال اون که کور کور را میجوید، یا همچین ذره مثلی از آب گودال را و هر کس و هر چیز را از جنس از همجنس خودش را میجوسه، این یا مسئله دیگری هست، حالا من دقیقا یادم نیست، که کور عصا را میجوید و آب گودال رو، و آب را میجوید و گودال هر دو رو، یعنی گودال هم دنبال آب و که اون تو گودال بیفته و هم دنبال کوره که عصا نداشته باشه. به هر حال اینا متاسفانه حاصل این، حالا شما داشتید صحبت میکردید با آقای بشیرتاش که امیدوارم کنفرانس اونها واقعا یک کنفرانس عقلانی باشه، یک کنفرانس شفافی باشه، یک کنفرانس درست حسابی باشه، چون و باید بیان قبل از اون آسیب شناسی کنند که چرا کنفرانس های قبلی موفق نشدن و این کنفرانس مثلا این سه گروه که قرار تشکیل بشه، من امیدوارم براشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که موفق بشن و از تجربه های تلخ مثل این کنسرت یا کنفرانس حدیث یاد بگیرند یا عبرت بگیرند. من تمام زیاد صحبت کردم، خوشبختن تلفن منم باتریش تموم نشده. شما مطالب، بله شما مطالب خوبی رو بیان کردی و منم خوشحال و خرسندم. راجع به این آخری، از همین آخری شروع میکنم، کنفرانسی که در پاریس برگزار میشود تحت عنوان روز شیر خورشید و یادی میکنن از مجید رضا رهنورد، اون زندانی که با اون شرایط بد بردنش پای جوخه اعدام، دست شکسته و بال گردنش، و میگن که اون پوست دستشو کنده بودن برای اینکه این خالکوبی کرده بود علامت شیر خورشید رو. و خب این اتفاق من شنیدم از یه عزیزی که در عرصه ورزش و به ایران رفته بود و چند تا دوستشم همراه کرده بود از سوئد که رفته بودن برای تیمای مختلف بازی میکردن، و یکی از این بچه ها در تیم راهن بازی کرده بود که باعث شده بود که تیم داشت از اون
لیگ بیرون میافتاد اگر مسابقه رو میباخت، و این با گلی که زد تونست تیم راهن رو حفظ کنه در جدول و از ذوق و خوشحالی پیرنش رو در آورد و روی تنشم یک خالکوبی کرده بود دوباره پرچم شیر خورشید رو، و اون رو هم مکافات بود. البته خب دولت سوئد پشتش بود و فدراسیون فیفا و اینها دنبال کردن و این رو نجاتش دادن، وگرنه کار او هم با کرم الکاتبین بود. از این اتفاقات تو ایران زیاد میفته و نشون میده که درون ایران جوانان که ندیدن اصلا دوران پهلوی رو اینا ندیدن. شما نگاه کنید جمعیت ایران الان میگن 80 و چند میلیون، 85-86 میلیون جمعیته. اگه به همه آمار خودشون اعتبار بدیم و باور داشته باشیم، یعنی نسبت به دوره که انقلاب شد در ایران سال 57، 50 میلیون، یعنی 1.5 برابر جمعیت افزوده شده. خب این 1.5 برابر و اینکه نرخ جامعه از منظر سنی جوان است و یه جامعه جوان تلقی می شود، یعنی اینکه تعداد جوانها در اون مملکت زیادتر از مسن هاست و نرخ مرگ هم پایینه. در نتیجه اونچه که تو جامعه وجود داره جوانی است که 57 رو اصلا ندیده و این بعد از انقلاب به دنیا آمده. در برنامه پیشی هم عرض کردم من این خیلی برام حیرت انگیزه که دو تا آدم مختلف، دو تا آدم تقریبا همسن، برای اینکه این جوانی که دیروز دیدم در خدمت آقای شاهینپر بودیم و آقای منفردزاده، مسعود امینی شاعر از راه رسید و اون همیشه یک دنباله‌ای داره و یه جوانی رو دنبالش میکشه و میبره. یه جوانی بود و من خیلی جذب این جوان شدم و پرسیدم چی میکنی و اینها. میدونم این رو در برنامه پیشی گفتم ولی برام حیرت انگیزه، یه آدمی که 18 سالش بوده از ایران اومده بیرون، اومده با آمریکا، 10 سال در آمریکا درس خونده، زندگی کرده، تجربه کرده، برگشته ایران با حمایت خانواده، زمینی در اختیارش قرار دادن، زمین رفته بساز بفروشی کرده. و البته پولو که در آوردم اون سهم خانواده رو بهشون دادن، یعنی زمینی که پدر به من داده بود رو. چون ازش پرسیدم که خب تو وقتی برگشتی ایران پول از کجا آوردی که این کارها رو شروع کردی، گفت یه زمینی پدرم بهم داد، البته وقتی فروختیم اون رو سهمو پس دادم. و وضع خوبی داشت، متمول بود، 10 سال ایران زندگی کرده بود، از این کارا کرده بود، حالا برگشته دوباره به آمریکا. یعنی وقتی جمع میزنیم این 10 سال ها رو، یادمه که 18 سالش بوده 10 سال اومده اینجا، 28 سالش بوده برگشته، 10 سال در ایران زندگی کرده، 38 سال 39 سال سن داره این آدم. خواهرزاده خودم هم همین حدودا سن داره و وقتی باش صحبت کردم میگفتش که اون موقعی که آقا شما اینجا رفتی ایران بهشت بود، بهشت بود آقا، بهشت. و 3 بار این کلمه رو تکرار کرد. من این قدی فکر کردم تا دیروز که به این جوان برخورد کردم، اون از من پرسید تو کی از ایران اومدی بیرون؟ گفتم سال 68، اوایل 68. گفتش که او سالای 60 خیلی سالای بدی بود، جنگ بود، بگیر و ببند بود، اعدام بود، زندان بود، داغ و درا، ولی آقا اون دوران بهشت بود. شما باور نمی کنی امروز ایران چه جهنمیست، اون دوران بهشت بود. وقتی دوباره دیدم که این جوون و اون جوون هر دو راجبه این که ایران در دهه 60 بهشت بوده، نشون میده که امروز اینا تو چه جهنمی دارن زندگی میکنن. بهم گفت سردرگمی همه جا رو گرفته، آدم ها مشغول سردرگمی هستن،
نمیدونن تکلیفشون چیه. خیلی روزگار سختی آقا. و خب البته نظام جمهوری اسلامی هم داره تقلا میکنه که خودشو حفظ کنه. امروز انتخابات بیرمق دور دوم مجلس بوده. خب وقتی که انتخاب دور اول که مهم است و تعداد همه نماینده ها روشن میشه، کمترین میزان مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی رو نمایش داده، تصور این که الان مردم بیان با این شرایط در انتخابات شرکت کنن، خب معلومه که چنین امکانی نیست. بنابراین این جریانی که در پاریس به عنوان روز شیر خورشید قرار استش که دور هم جمع بشن و حزب سکولار دموکرات ایرانیان همراه حزب مشروطه لیبرال دموکرات به همراه همین جریان جبهه هفت آبان و عده دیگر از شخصیت ها درباره شیر خورشید و اهمیت اون به عنوان یک مدال، یک پلاکارد برای جنبش مردم ایران ازش استفاده خواهیم. این اصلا ربطی به این جریانی که در اسپانیا این فضاحتی که اینا برپا کردن نداره. سوال اول اینه که شما میگی 30 نفر اونجا بودن، 30 تا 3000 دلار مینیمم خرجش باشه که بیشتره، شما 100,000 دلار باید خرج کنی برای این کار. خب میپرسه که 100,000 دلار رو کی تامین کرد؟ یعنی چی به شما ربطی نداره؟ پس اگه به ما ربطی نداره به کی ربط داره؟ من شما برای ما این کار رو نمی کنی؟ مگه برای مردم این کار رو نمی کنی؟ مردم باید بپرسن دیگه، حق دارن سوال کنن که آقا چی بود؟ کی بود؟ شما نگاه میکنیم اینی اصلا تو خود کانال یک هیچ، اصلا چرا پخش نکردین رو؟ چرا امروز که امکان این هست و میشه این کارا رو انجام داد به آسونی، از طریق همین تلفنتو بگیری اینجوری نگه داری پخش کنی، چرا این کار رو نکرد؟ دلیلش فهم میکنی چی بود آقای دوشیکی؟ چرا این کار رو نکردن؟ والا من البته خب من قبلا هم در خود برنامه اینا قبلا هم گفته بودم بعضی از حرکت های این تلویزیون بقیده من مشکوکه. به خود آقای همایون در برنامه تلویزیونی بهش گفتم، شما مثلا در نظر بگیرید که امروز در زاهدان، حالا فرض کنید شما صحبت کردید در مورد این واقعا شوکه‌آوره که مثلا یه عده از هموطنان فکر کنند که دهه 60، یعنی اون دهه وحشتناک خوفناک 60 با اون هزاران کشته ها بهشت بوده، پس امروز گوین چه جهنمی رو به وجود آوردن جمهوری اسلامی. از ده از یه نظر جهنم، از نظر خودشون بهشت، چون دارن دزدی میکنن. شما آقای خزری رو ببینید، خواهرش معاون رئیس جمهوره، پدرش نمیدونم همه کاره بود، خود آقای خزری با بهترین سیستم ها. من دوشوکی که در لندن نشستم باورتون نمیشه، به خاطر کارم من 1 گیگابایت اینترنت اکسس دارم، ولی خب مجبورم اینجوری بیام. این آقا از تهران، هر کسی هم از داخل ایران اومده با تلویزیون های خارج از کشور صحبت کرده، بلافاصله دستگیر شده به زندان افتاده، کما اینکه ما دیدیم مولوی مرادزایی به زندان افتاد. شما در نظر بگیرید در بلوچستان یک خواننده رو فقط چون انتقاد کرده بود به نام بلال نصرویی، ایشون را زدن کشتن در زاهدان، ترور کردن. افراد دیگری مثل عبدالمالک، این چیزای اخیر در بلوچستان داره اتفاق میفته. من فقط اسم بگیرم، عبدالمالک شهنوازی، آرمان گوری، بلوچ شهنوازی، منصور آلیزایی، اینا کسایی بودن که کشته شدن در عرض روزهای اخیر در شهرهای مختلف. اون وقت من هر روز این اخبار رو میشنوم، هموطنان ما هر روز این اخبار رو از ایران، این گونه اخبار رو میشنوند. کشور ما رو اینا برباد دادن، کشور ما رو واقعا به جهنم تبدیل کردن. اون وقت شما تحت اون بهانه مثلا آزادی به مأمورین جمهوری اسلامی، چه مأمورین صادراتی باشن مثل این آقای مهدی نصیری، چه مأمورینی که در داخل هستن و موقعی که
قاسم سلیمانی رو کشتن، خب ایشون در همون ردیف دوم سوم بود، پشت سر خامنه ای بود آقای خزعلی. شما چرا به اینا پلتفرم میدید؟ جمهوری اسلامی 400 کانال داره، تو همون بلوچستان هم چندین کانال رادیو تلویزیونی داره، فقط تو هم در هر استانی اینا به کانال دارن، در خارج از کشور به هر زبانی اینا کانال دارن. وقت شما میایید به مامورین اینها شب و روز پلتفرم میدید، بعد فکر میکنید مردم بلانسپت خر هستن نمیفهمن؟ مردم میفهمن که پول این تلویزیون از کجا داره میاد، برای چی داره میاد. به همین دلیل من واقعا شهرام همایون بقیده من از خطوط قرمز عبور کرده، چون اون چیزی که من امروز دیدم این تلویزیون تبدیل شده بود به تلویزیون محور مقاومت و تبریک، تبریک به حماس، تبریک به حزب الله، تبریک به حشد شعبی، تبریک به حوثی ها، تبریک به کتایب نمیدونم چی اسمش، کتایب زهرماری هستن حزب الله. بله چرا، چون سازمان ملل صهیونیست رو امروز جمعه یعنی صحیح که رأی دادن در مجمع عمومی. این خب شما تلویزیونتون رو گذاشتید در اختیار محور مقاومت سرماوره. من امیدوارم این تلفن باتری تلفن من هر چه زودتر قطع شه که من بیشتر از اینا حرف نزنم، چون واقعا کارایی دارن میکنه شهرام همایون، کارایی داره میکنه که بی‌نهایت عجیب و غریبه. یعنی داره عملا داره تلویزیونش تبدیل میشه به تلویزیون محور مقاومت، بعد ادعا میکنه ما رفتیم اونجا برای براندازی. یا خیر، این اسمش شما میگی براندازی، ولی هر کسی که شعور داره میبینی که این در حقیقت در عمل جا اندازی هست، براندازی نیست. از این نظر من امروز ببخشید بعد از اینکه این برنامه تلویزیونی این محور مقاومت رو دیدم در کانال یک، واقعا حالم خراب شد. از این نظر بهتر اینه که هر چه زودتر از خدمت شما مرخص شم بهتره، مخصوصا از نظر تکنیکی هم مشکل دارم. متوجه هستم، ممنونم ازت. به هر حال اون چه که باید میگفتین و گفتین، فکر میکنم امیدوارم حالا بتونیم در شرایط بهتری با شما این گفتگو رو ادامه بدیم. بازم ممنون از شما. البته توضیح بدم راجع به این جریان سازمان ملل، در اونجا پیشنویس قطعنامه رو با رأی موافق تصویب کردن. حالا بایستی که این پیشنویس بره اونجا و بحث بشه، بررسی بشه، تبدیل به قطعنامه بشه. وقتی که اون قطعنامه رو تایید کردن، که یعنی این رفت توی پروسه چندین ساله، جوری نیست که همین الان گفتن بابا بفرمایید شما کشور شدید، نه، این یه تعارفه، یه شوخیه به خاطر شرایطی که امروز اونجا وجود داره. شما نگاه میکنیم اینه که آمریکایی‌ها که نزدیکترینن به اسرائیل و اصلا قسم خوردن که حمایت کنن از اسرائیلی‌ها در هر جهتی، میبینی که امروز انقدر فشار زیاد شده که رئیس جمهوری که چند ماه دیگه 5-6 ماه دیگه باید برن به سنجش افکار عمومی رأی بگیره. جان البته من یک نکته رو خیلی مشخص بگم از دیدگاه خودم، ببخشید. من کاملا موافقم با دو دولت، دو ملت، فلسطین و اسرائیل در کنار همدیگه در صلح. بله، این رو وقتی من میگم، اینه که یک تلویزیونی که خودشو برانداز میگه نمیتونه خودشو در اختیار محور مقاومت حزب الله و کتایب حزب الله و نمیدونم زینبین و فاطمیون و حوثی ها و حماس و جهاد اسلامی قرار بده، بعد ادعا کنه ما براندازیم. این دروغه. یا وگرنه من موافقم کاملا، با ده ها مقاله هم نوشتم در گذشته. نکته آخر هم اینی که همونجور که جناب عالی فرمودید، خب مجمع عمومی اگه تمامی کشورها هم رأی بدن، این باید بره در شورای امنیت سازمان ملل رأی بیاره، و تا زمانی که در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورده که آمریکا گفته ما وتو میکنیم، چون آمریکا امروز هم رأی منفی داد و گفت که در شورای امنیت ما وتو خواهیم کرد. وقتی وتو میکنه یعنی فلسطین تشکیل، کشور فلسطین به صورت رسمی تشکیل نمیشه تا زمانی که اینها. نکته دیگری هم که آقای خزعلی چیز کردن، ببینید این خیلی خطرناکه. ایشون گفتن کسانی که میگفتن کار محور مقاومت درست نبوده، یعنی کار حماس در هفته
اکتبر این همه جنایت کرد درست نبوده، میگه حاصلش رو امروز دیدید. مقاومت و مقاومت مسلحانه و مبارزه جواب میده، امروز میگه جواب داد. این از تلویزیونی داره منتشر میشه که خودشو برانداز میدونه، کنفرانس سیرک کنفرانسی تشکیل میدن واسه ما. از این نظر من نه این که معلوم آقا این خط وزارت اطلاعات بدون شک و بدون یقین این کانال عذر میخوام من نگفتم خط وزارت اطلاعات، چون آقای همایون چندین بار تهدید کرده که الان پولای زیادی هم در اختیار داره، میتونه ما رو به دادگاه بکشه، شما رو به دادگاه بکشه. من این اتهام رو نمیزنم که خط اطلاعات رو میگیره، ولی اینی که آقای خزلی رو آورده در این حرفا رو میزنه، از محور مقاومت داره دفاع میکنه، از این که کاری که حماس کرد و امروز اون پاداش عمل حماس بود که در هفته اکتبر انجام بود، من این رو محکوم میکنم، چون کار حماس محکومه. همینطور اون جنایت وحشتناکی که کرد. از این نظر زیاد اینا بقیده من جمهوری اسلامی نفوذ خیلی خیلی زیادی در رسانه ها پیدا کرده، پولهای زیادی هم داره پخش میکنه، ما باید حواسمون جمع باشه، چون اینا هر کاری میتونن در داخل کشور میتونن افراد رو ترور کنن، در خارج از کشور میتونن ترور شخصیت بکنن، و اگر دستشون هم برسه حاضرن 100 200 300 هزار دلار مخصوصا در اون امریکا به وکیلا بدن که برن یکی رو سو کنن. این کار رو مأمورین جمهوری اسلامی کردن در گذشته، طرفداران مثل نایاک و غیره. از این نظر من امیدوارم که برای شما مشکلی پیش نیاد. نه خیلی نگران نباش، هیچ مشکلی پیش نیاد، برای این که معلومه دیگه، شما یه جریانی که مردم به قول خودش که مردم این بر دارن پول این تلویزیون رو میدن، خودش مگه نمیگه که پروانه و بابای معصومه و این دارن پول ما رو میدن؟ خب این پول نباید صرف این بشه که شما تریبون رو در اختیار ازناب جمهوری اسلامی و اراذل جمهوری اسلامی قرار بدین، که قرار اون که این نیستش که. اصلا حضور شما تو خارج کشور اینه که با یک مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بوده دیگه. برای چی اومدی به خارج کشور؟ برای چی اومدی آمریکا؟ خب همونجا میموندی دیگه. پس شما مخالف بودی که اومدی و دم از مخالفت زدی. امروز تمام ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی رو بکوبن به انهای مختلف، هدفشون اینه. همینی که این اعتمادی تعریف میکنه که بله اونها ضد دموکراسی هستن، این مقصودش رضا پهلویه، نه مقصودش عقیزاده نیست. اصلا راجب کلاشی و اینا حرف نمیزنه، راجب شخص رضا پهلوی رو تارگت کردن، هدف شخص رضا پهلویه. البته من فکر کنم یا اینا نمیدونن، واقعا من ننوشتم هنوز با آقای کلاشی و شاهین نژاد و آقای طاهری و آقای دکتر تقی‌زاده و 4-5 نفر از طرفداران که میگن طرفدار هستن، ولی خب اینا ممکنه بگن ما هر جا میریم حرفمونو میزنیم. ولی شما، من تعجب میکنم جایی که تلویزیونی که شده پایگاه مأمورین رژیم مثل آقای مهدی نصیری دیشب، مهدی خزلی امشب، هر شب اینا میان تو این تلویزیون حرفای خودشون رو میزنن، از محور مقاومت دفاع میکنن، بعد شما میری در کنار اینا میشینید که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید؟ جوک مضحک این هست. خب معلومه که نکنید این کارا رو. پس چرا به من میگی که به هم؟ ممنونم از شما آقا، سپاسگزارم و تشکر از اینکه در برنامه شرکت کردی و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما آقای شیکی. با سپاس از جناب علی و عذرخواهی از بینندگان به خاطر این مشکل تکنیکی که ناچار شدم. نه دیگه، فنی دست ما نیست. ممنون از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای دوشوکی رو که چگونه از سویدای جان فریاد میزد و دلش در گروه میهنشه، در گروه مردمانشه.
سرزمین مادری و میدونه مشکلات مردمش رو از نزدیک دنبال میکنه. بالاخره یه پیوندهایی وجود داره و اونا رو نمیشه کتمان کرد. شنیدیم اون چی که باید گفته میشد. از اینکه دنبال کردی اصلا نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم که روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما. ممنون.